خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. امروز دو واقعه بسیار مهم، همیهنان گرامی، نه که خبرهای دیگه مهم نیست، چرا، ولی این دو خبر بسیار توجه جهانی رو به خودش جلب کرد و جز مهمترین خبرهای جهان از طرف رسانه‌های گروهی اعلام شد. یکی مسئله انفجار در بورگاس واقع در بلغارستان بود که تا به حال 6 کشته نتیجه یک انفجار انتحاری بوده و دیگری هم یک انفجار دیگری در دمشق پایتخت سوریه بود که منجر به کشته شدن وزیر کشور سابق، شوهر خواهر آقای بشار اسد و چند نفر از عالی رتبه ترین مقامات نظامی و لشکری و امنیتی سوریه در این واقعه کشته شد. اما مسئله که به میهن ما ارتباط داره این مسئله انفجار در بورگاس، چهارمین شهر مهم و پرجمعیت بلغارستان. دولت بلغارستان پس از جدایی، همیهنان گرامی، از اتحاد شوروی، یعنی از سلطه اتحاد شوروی، چون جزء کشورهای بلوک شرق بود. من اتفاقا یک بار از آلمان که به ایران میرفتم در زمان گذشته، گذرم از این کشور و کشور بسیار فقیری بود. من یادمه که ما وقتی که به بلغارستان رسیدیم، چون میدونین مزارع انگور بسیار وسیعی داشت، شراب خیلی خوبی داشت و با دوستان هوس کردیم، دو سه تا اتومبیل بود که منم در یکی از این اتومبیل ها بودم، تصمیم گرفتیم بریم شراب بخوریم و انگور بخوریم. رفتیم یه کلبه دهقانی دیدیم، بسیار به ما محبت کردن، ورقای پاره پوره دستشون داشتن بازی میکردن کنار این به اصطلاح موستان هاشون. ما رفتیم، خب چند تا دست ورق نو هم خریده بودیم دیگه، دادیم یکی از این دست رو ورق و به اینا و بهشون گفتیم ما پول میدیم به شما، میخوایم غذا بخوریم و شرابی بخوریم. بسیار محبت کردن، انسان های خیلی شریفی بودن. حالا بعد از جدایی از به اصطلاح پیمان ورشو و بلوک شرق، بلغارستان مثل همه این کشورهای اروپای شرقی شروع کرد برای جلب توریست. چیز دیگه ندارن، نه نفتی دارن، نه گازی دارن، نه منابع طبیعی زیادی دارن. این بود که به توریسم تکیه کردن، درست مثل یوگسلاوی، درست مثل خیلی از کشورهای دیگه. خب اینا کنار دریای سیاه، جای خیلی زیبایی داره بلغارستان، شروع کردن سرمایه گذاری عظیم کردن برای جلب توریست. فاصله این بورگاس با ترکیه خیلی کمه در کنار دریای سیاه و از اونجایی که قیمت در اونجا خیلی پایینه، بسیاری از و تابستان آفتاب این منطقه بسیار آفتاب داره و هوای خیلی ملایم داره، سواحل خیلی خوب داره و دریای سیاه هم سواحلش خیلی زیباست. اینی که بسیاری از توریست‌ها از روسیه، از اسرائیل، از ایران، از خیلی کشورهای دیگه، از اروپا میان به بلغارستان. این می‌بینید که توی نقشه کنار دریای سیاه هست، ترکیه هم هست بغلش، یوگسلاوی هم هست اون ورتر. در هر صورت امروز یه هواپیمای الال اونجا نگه داشته و این بورگاس، بورگاش هم نشون داده بودن، یکی دوتا فیلم من دیدم، یه فرودگاه کوچکیه ولی پرواز تو زیاده و توی پارکینگ این فرودگاه تعداد بیشماری از این اتوبوس ها هست که مسافرین و توریست هایی که وارد میشن اینا رو تقسیم میکنن میبرن به هتل های مربوطه. از جمله یه هواپیمای الهلال اومده، تعداد بیشماری اسرائیلی هم ازش پیاده شدن و اومدن تو اتوبوس‌ها و سوارشن که برن ببرنشون هتل‌هاشون.
یکی از این اتوبوس‌ها در همون محوطه فرودگاه، یعنی این مسافرین توریستای بیگناه آدمای معمولی، نه ارتشی بودن نه، پیاده شدن سوار اتوبوس‌ها بشن، یه آدمی سوار شده، این که شاهدین گفتن، و تا سوار شده انفجار رخ داده، یعنی انتحاری بوده طرف و اتوبوس رو منفجر کرده، چند نفر کشته شدن. بله این تو پارکینگ، اونم اتوبوسیه که منفجر شده، چند اتوبوس دیگه هم خسارت دیده، اول گفتن 3 نفر، بعد گفتن 4 نفر، بعد همینطور به تدریج تعداد کشته شده زیاد شد، تا حالا که تعداد به 6 نفر رسیده و بازم میگن امکان داره عده بیشتر بشن کشته شده، چون خیلی این انفجار شدید بوده و در نتیجه عده زیادی رو هم زخمی کرد. دولت آقای نتانیاهو بلا فاصله جمهوری اسلامی رو انگشت اتهام به طرف جمهوری اسلامی گرفته و گفته که این جمهوری اسلامی بودی که این کار کرد. چرا؟ برای اینکه خب در هفته های ماه های گذشته سابقه این موضوع هم بود، در مالزی، در نمیدونم گرجستان، در چند کشور ما دیدیم که عوامل حزب اللهی و جمهوری اسلامی که یکی دوتشون هم در مالزی دستگیر شدن، یکی پاش از دست داد، اینا کسانی بودن که میخواستن در جاهایی که به اصطلاح اسرائیلی ها تمرکز دارن و یا سفارتخانه دارن، اینا اونجا رو منفجر بکنن. امروز اعلام شد به طور غیر رسمی که همزمان بوده این انفجار با انفجاری که چند سال قبل در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در مرکز یهودیان اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن بیش از 70 نفر شد، که هنوز این پرونده در حال رسیدگیه و چندین بار این پرونده به مرحله بررسی دقیق رسیده و هر بار یه اتفاقاتی افتاده که این سر صدا خوابیده. میدونید در اون زمانی که در آرژانتین این واقعه اتفاق افتاد، آقای منم رئیس جمهور آرژانتین بود. آقای منم اصلش سوریه تبار بود، یعنی پدرانش از سوریه رفته بودن به آرژانتین. اینی که خیلی ها گفتن که بعدن وقتی که این اتفاق افتاد، پول هنگفتی هم جمهوری اسلامی در این مورد خرج کرد و آقای منم پرونده رو سعی کرد که مختومه اعلام بکنه و بعد چند تا بازپرس عوض شد، چند تا بازجو عوض شد، چند تا دادستان عوض شد، ولی بالاخره این مسئله رو شد که جمهوری اسلامی در این مورد سهم داشته و دخالت داشته، به خصوص که چند نفر از کسانی که از جمهوری اسلامی فرار کردن، از جمله آقای مصباحی، آمدن و در دادگاه شهادت دادن که اونها شاهد بودن که جمهوری اسلامی در واقعه انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس دست داشته. حالا امروز مصادف بوده با این انفجاری که در بوئنوس آیرس اتفاق افتاده و با سوابقی که در ماهای گذشته در مورد تهدید جمهوری اسلامی که گفته بود در برابر ترور دانشمندان اتمی ما عکس العمل نشون خواهیم داد و یکی دو بار سه بار در این کشورهای مختلف همونطور که اسپردم اینا دخالت کردن و چند نفر دستگیر کردن، از جمله یکشون که در مالزی پاهاش از دست داده بود در صورت یا یک کشور دیگه. حالا اینه که امروز دولت اسرائیل ادعا کرده که تروریسم کور دولتی جمهوری اسلامی در این واقعه دست داشته و عواملی که این کار کردن از حزب الله لبنان هستن. آقای نتانیاهو گفته ما در برابر این رفتار عکس العمل سخت در برابر تروریست‌های جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد. اما همینان گرامی، من اعتقادم بر اینه که در حکومت شترگاه پلنگ جمهوری اسلامی سعی میکنه، اگه شما در این مدت دقت کرده باشید، یعنی هر آدمی حتی اگر کوچکترین آگاهی از مسائل نظامی و سیاسی نداشته باشه، این تحریکاتی که در جمهوری اسلامی انجام میشه، این اراذل اوباش فرماندهان سرداران سپاه با این تهدیدها و این حرفهایی که میزنن، با این مانورهای جور با جوری که در جمهوری اسلامی داره انجام میشه و آزمایش موشکهایی که به قول خودشون موشکهای میان برد و دور برد و
نزدیک برد و هر جوری که بگین هست. و این صحبتهایی که ما داریم یواش یواش زیر دریایی هایی میسازیم که با نیروی اتم کار میکنه، ادعایی که بسیاریش از طرف مقامات ارتشی جهانی و سازمان های امنیتی خارجی بیشتر به بلوف بلوف از طرف جمهوری اسلامی تلقی میشه و میگن که اینا در این حدی که اینقدر تبلیغ میکنن نیستن در هر صورت. ولی اگر اینا در این حد نیستن و غرب هم میدونه که در این حد نیستن، این کارهای جمهوری اسلامی و این سرداران بیمغز این جمهوری اسلامی، این حرکات و این حرفاشون و این مانورها و رزمایشاتشون به قول خودشون کاملا به نفع کارخانجات اسلحه سازی، کاملا آتو میده دست کشورهایی که قصد دارن جمهوری اسلامی رو ادب بکنن و سر جاش بشونن، از جمله کشورهای همین شیخکای جنوب خلیج فارس. دیگه دیدید که رئیس شهربانی دبی تهدید کرد ایرانو که ما اگه بخوایم بزنیم شما رو برام خیلی آسونه. بعد هم دیدید که آقای اوباما این یکی از این شاهزادگان شیخکا رو به حضور پذیرو مال امارات متحده عربی و تمام خواسته های اونها رو مورد تایید زد بهشون که بله شما یا از راه مذاکره و یا از مجامع بین المللی باید اختلافتون رو با جمهوری اسلامی بر سر این جزایر حل کنید، در حالی که همین آمریکایی‌ها و همین انگلیس‌ها و همین غربی‌ها وقتی که قرار شد بحرین داده بشه به اصطلاح شیخ سلمان آل خلیفه نمی‌دونم آل بحرین و یه نظرپرسی هم در اونجا انجام شد، قرار بر این شد که این سه تا جزیره‌ای که همیشه متعلق به ایران بوده و به ناحق انگلیس اونجا رو گرفته بوده، میدونید که دو تا از این جزایر اصلا قابل سکونت نیست. یه جزیرش اونم ابو موساس که قابل سکونته، توش هم مقداری گاز و نفت هست و در زمانی که این قرارداد بسته شد با انگلیس ها به اصطلاح ایران مالکیت شد بر این جزایر دوباره تثبیت کرد، قرار شد قسمتی از جزیره که این کسانی که مربوط به رأس الخیمه و نمیدونم این اون موقع که اینا امارات متحده وجود فوجیره و رأس الخیمه اینا عربایی که در اونجا ساکن بودن زیر نظارت دولت ایران اونجا به کارشون ادامه بدن و بعد از این که این امارات متحده عربی از این شیخکایی که مجموعشون به اندازه یه استان ما جمعیت نداره، یه استان کم جمعیت ما جمعیت نداره، ادعای اونجا کردن. جالبه در زمانی که ما در ضعف هستیم همیشه اینطور بوده، در زمان دوران نالایق قاجاریه شما اگه نگاه بکنید، زمان فتحعلی شاه، در زمان ناصرالدین شاه، در زمان همین سلاطین قاجاریه همینطور از ما کندن، اول که 17 شهر قفقاز رو نمیدونم اون مناطق جدا کردن از ایران، پیمان ننگین سعدآباد رو بستن، ترکمنچای رو بستن، اینا اتفاقاتی بود که میهن ما رو به تجزیه داشت میکشید. بعدم خب چون ایران در ضعف بود، آقای دارسی اومد قرارداد نفت و بس تمام نفت رو تاراج میکردن تا سالهای مدید، پولی که به ما میدادن اصلا خنده آور بود، مالیات که میگفتن 5 برابر 6 برابر پولی بود که به ما میدادن، بعدم کنترل نبود، نفت رو تاراج میکردن، کارگرای ما هم تو جنوب مثل سگ زندگی میکردن. و وقتی که ما ادعا کردیم آقا این نفت مال ماست، باید این نفت ملی بشه، کشتی جنگی آوردن تهدید کردن این کارو میکنیم اون کار، حالا بگذاریم تو تاریخ نمیخوام بگم. بنابراین همیهنان گرامی، ما الان در یک شرایط ضعفیم، هیچ نبایستی توقع داشته باشیم این شیخکا و نمیدونم ترکیه و عراق و این کشورهای اطراف ما نمیدونم قزاقستان و قرقیزستان و آذربایجان چرا اینا انقدر عربده کشی میکنن و چرا منافع ما رو زیر پا میذارن؟ برای اینکه ما در ضعفیم. وقتی که یک کشوری در ضعف در بدبختی افتاده از طرف زمامداران نالایق، خب این بقیه دوروری ها سعی میکنن استفاده کنن، چرا نه؟ یه قطر چلقوز بارها گفتم در همین پارسش 13 برابر ایران داره از گاز و نفت استفاده میکنه، تمام این
قسمت هایی که مشترک ما نفت داریم با عراق، عراق داره از همینا میکشه و دومین جایگاه اوپک رو به دست گرفته و پیش بینی میشه تا چند ماه دیگه 5 میلیون بشکه در روز نفت صادر کنه از همین نفت خود ما، کاری که داره قطر هم میکنه، کاری که عربستان داره در حوزه‌های مشترک میکنه، کاری که در خزر دارن میکنن، دریای مازندران، چرا نه؟ نصف اینجا مال ما بوده، نصف دریای خزر طبق قرارداد ها. حالا دارن 8% میدن، تازه جمهوری اسلامی باید برقص خوشحالی بکنه که 8% اگر بدن. این همینان گروه ما در ضعفیم، ما در ضعفیم و ملت زیر فشار یک عده اراذل و اوباش وحشی هر بلایی سر مردم میارن، مردم ساکتن، چه کنن؟ به قدری مردم محتاجن که اگه یه روز کار نکنن بیچارن و اینا همینی میخواستن. یه روز گرفتار نمیدونم گوشتشون کردن، یه روز گرفتار مرغ کردن، یه روز گرفتار تخم مرغ. فیلم ها رو ببینید، ببینید صفای طویل 5 ساعت 4 ساعت میرن تا یه دونه مرغ یخ زده بخرن. همین مرغی که شما میرین توی فروشگاه هر کشوری، حالا فرق نمیکنه آمریکا و اروپا رو نمیگم، هر کشوری شما برین تو فروشگاهش میتونی بری مرغ بخری به قیمت خیلی مناسب. اینا همه در مملکت ما مسئله سازه، برای اینکه هر کدوم اینا واردات یه دونه از اینا رو من بارها گفتم به دست گرفتن. خب اینه که مردم چای دلشون بخواد گرون میکنه، نان میخوان گرون میکنه، سوبسید هم که برداشتن یه مقدار کمی میدن به مردم، مردم هم خیال میکردن بله این پولی که بهشون میدن، خب خیلی ها میگفتن آقا حداقل این پولی میگیریم از اینا، نمیدونستن که مثل موشک قیمت ها میره بالا، چند وقت دیگه این پول حتی پول اتوبوس بلیط اتوبوسشون نمیشه. مردم در فقر، ببینید چه خبره، نوشته 5 برابر 10 برابر زنانی که تن فروشی میکنن، مردانی هستن تو خیابونها که کارشون اینه که زنها رو مرتبا بوق بزنن، براشون ناراحتی به وجود بیارن تا زنها رو، اکثر اینا هم آدمای متأهل هستن، تمام بیشتر اون تنفروش ها 12% متأهلن، شوهر دارن ولی تنفروشی میکنن. اصلا در تاریخ ما سابقه نداشته این حرفا. همین الان گرامی فقره. همین آلمان بعد از جنگ بین المللی دوم حدود 30% زنانش تنفروشی میکردن، چاره ای نداشتن، مردا رو همه یا کشته شده بودن یا اسیر روسا و نمیدونم آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها اینا شده بودن، بچه‌ها، جوونا و زنا مونده بودن. پلیس آلمان که شما الان اگر بهش بخواید رشوه بدین پدر آدمو در میارن، البته بعضیاشون استثناء خیلی کم هستن همه جای دنیا، اون زمان تا شما پول بهش نمیدادید نه تنها پلیسش بلکه تمام اداراتش کارتون انجام نمیشد. اینقدر فساد بود بعد از جنگ بین الملل دوم در آلمان. و درست این برنامه در ایران الان آقای علی اکبر رفسنجانی بالاخره دوباره ایشون آزادی خواهیشو نشون داد و گفته که فساد، دروغگویی، تهمت و سقوط اخلاقی در جامعه ما متاسفانه به دلیل مدیریت بد روز به روز بیشتر و بیشتر شد. ولی هیچ کدوم اینا نمیگن که تمام این بدبختی ها به دلیل اون قانون اساسی مسخره است که اینا آوردن تحمیل کردن. ولایت فقیه مردم رو مثل اینکه گوسفندن و موظفن که یه آدم اون بالا بشینه بشه پدر ملت، بعد اینجوری پدر ملت درر. ایشون نمیگه که خودش یکی از مبتکرین این قانون اساسی مسخره بود که یه آدم بشینه اون بالا، نتیجه شما همینه. یه داستانی رو امشب یکی برای من تلفن کرد صحبت کرد، خیلی جالب بود برای من. ببینید مردم ما چقدر آگاهن. یه آدمی اعلام کرده من 300 تا گاو دارم به قیمت خیلی مناسب میپوشم، هر کس میخواد بخره میتونه به این شماره تلفن زنگ بزنه، بوی از 3 تا شماره تلفن میده و میگه این گاوا اینطوری قیمتش به قدری پایین بوده مردم هجوم میارن. بعد معلوم میشه این شماره تلفن هایی که داده مال مجلس شورای ملی اسلامی بوده. 300 تا گاو، میدونه اونجا 270 تا نماینده داره دیگه.
ببینید کار به کجا رسید. مردم فقط با این چیزها دلخوشن، چون سرکوب میشن، میگن لااقل آقا بذار اینا رو اذیت کنیم، جوک در میارن، میخندن، حداقل شادمانی اینطوری، وگرنه آزادی ندارن، نه در منزلشون، نه در پارکا، نه در نمیدونم کنسرت میذارن. آقای شهرداد روحانی رفته کنسرت بذاره، گفتن بلیط فروخته، همه کاری گفتن قدغن، کنسرت بی کنسرت. در همدان، در آذربایجان، در هر جای ایران کنسرت برقرار میشه، مجوز هم میگیرن، بلیط هم میفروشن، جلو کنسرت رو میگیرن. یکی از این کرمان مثل که 400 تا گنجایش داشته، فرماندارش گفته 200 تاشو باید بدیم به من مجانی. طرفم گفته آقا من چجوری بدم وقتی اینقدر پول بده. ببینید مملکت چجوری شده، علنا دیگه، علنا ملوک و طوایفی. آقای حیدری فرد، همون جانی که با اون سعید مرتضوی جانی گفتم بار چم رفته اصفهان، میدونید ایام اصلی کشته، تق تق تیراندازی، و به مردم گفته من باید بیام اینجوری بنزین بزنم، شما تو صف بی خود صف وایسادی. اینطوری شده مملکت همین الان. بعد رفتن ریختن تو خونش، چون مثل اینکه خیلی دیگه یابو برش داشته بوده، دیدم با علو آقا ایشون همینطور تریاک فروشی میکنه، مواد مخدر میفروشه زیر نام قاضی. خب بله، وقتی قاضی در مملکت ما آقای حداده که اسمش هم تازه اسم چی میگن، اسم واقعیش نیست، یا قاضی آقای سعید مرتضوی هست، یا دهنوی، یا نمیدونم مغیثه، این جانی ها، خب معلومه آقای حیدری فرد هم باز کسی باشه که بیاد هفتیر بکشه و نمیدونم از این کارا بکنه. وقتی آخوندا و روزخانا میشینن تعدی میکنن به ملت، دروغ میگن، تجاوز میکنن. علامه زاده یه فیلمی تهیه کرده بود از یک زن شرافتمند کرد ما، یه دفعه من تو برنامه من پخش کردم یک سال نیم قبل، و چه کارهای قشنگی کرده این علامه زاده. من هرگز با علامه زاده صحبت نکردم، ولی خیلی براش احترام قائلم. چند تا فیلم تا به حال علامه زاده ساخته بی نظیر. این فیلم ها، این فیلم های مستندش، یکی راجع به همیهنان باهایی ما و دیگری راجع به این تجاوز به زنان میهن ما، این خیلی مهمه. همیهنان گرامی، یک زن شرافتمند ایرانی بیاد در برابر دوربین بشینه، اونم در مملکت ما، و بگه که به من تجاوز کردن، شوهرم داشته. چرا مهمه؟ برای اینکه حتی آدمایی که خیلی روشن فکر خودشونو میدونن، وقتی در برابر این اقرار این زنها، این شیرزنان ما میشینن، قضاوتشون فرق میکنه. همیانان دیگه ببینی چه زجر مضاعفی میکشه اون زن، اون زن همیانه ما. آمد تعریف کرد، عشق میریخ، گفت پدر من گفت، آمد توی زندان به من گفت همکاری کن با اینا، پدر پیرم، اینا ول نمیکنن تو رو، بگو نمیدونم هر چی میخوام بگو بیا بیرون. میگه دیدم هیچ جوری نمیشه به پدرم بفهمونم که اینا چقدر جانی هست. میگه بهش گفتم پدر اینا به من تجاوز کردن. میگه پدر من عشق میریخ، این عشقا میریخ رو محاسنش، و من با این حرفم خوردش کردم. ما با یه همچین ناکسانی همیهنان گرامی روبرویی، ما با یه همچین جانیانی روبرویی. امروز من یه خبری رو میخوندم که ریختن یکی از پایگاه‌های مهم حجتیه رو سپاه ریخته داغون کرده. تعجب کردم، حجتیه؟ آقای مصباح یزدی بسیاری از اینا حجتیه هستن، همین خود رهبر طرفدار حجتیه است. بعدم معلوم شده یه قسمتی از این حجتیه یه عده رو اجیر کرده که شما برین توی، حالا میتونه خبر اصلا از پایه دروغ باشه، برین توی این محافل باهایی ها و ببینین اینا چی میگن، یواش یواش رخنه کنین و اینا رو لو بدین دیگه، همیهنان باهایی ما رو. و این جالبه، این آدم ها رو فرستادن، اینا رفتن دیدن اینا چقدر حقیقت میگن، چقدر درست میگن. من نه باهایی هم که کسی میدونید که همه لزوم هم ندارم، من اصلا دیر ندارم. اینا تحت تاثیر قرار گرفتن و بعضی از اینا اصلا گفتن اقرار کردن بله ما داشتیم باهایی میشدیم. و بعد اینا دیدن آقا این کار اصلا داره شیرازه امور میریز به هم، و اینا اومدن جایی دیگه دارن تبلیغ میکنن، آدم های نفوذی.
بعد هیچ عصبانی شدن و ریختن و اون قسمت حجتیه رو عده زیادی رو گرفتن و اینا رو بردن زندان. حالا داستان این بود. بعدم میدونی که در این چند روز اخیر دوباره شروع کردن باهایی‌ها رو دستگیر کردن و آزار و اذیت و حالا چه برنامه دیگه پشت اینه؟ حالا ولش کن. همین الان گیر ما یه همچین وضعیتی داریم. حالا اینا آزار دارن. اینا دلشون میخواد یه جنگی هم پیش بیاد. چون به همه کارهایی که کردن به بن‌بست رسیدن. اقتصاد مملکت به بن‌بست. امور اجتماعی به بن‌بست. وضع مدارس به بن‌بست. دانشگاه‌ها همینطور. روابط خارجی همینطور. نفت و فروش نفت و گاز خورده به یه دیوار عظیم تحریم. خب وقتی که در این شرایط قرار میگیره اون رئیس روزخانا که اون بالا نشسته دو کار باید بکنه. یکی این که دوباره اون مسخره بازی اصلاحاتی ها رو دراره که دارن در میارن. الان میدونید که آقای عبدالله نوری نماینده امام کبیر در سپاه و وزیر کشور آقای رفسنجانی و آقای خاتمی، ایشون دوباره راه افتاده با آقای خاتمی که رای داد در انتخابات همین اخیر، زد زیر کله رفیقای خودش. و اینا اومدن گفتن درسته که آقای کروبی و آقای موسوی خب در این جریانات واقعا بی انصافانه دستگیر شدن و در نه حصر خانگی نگفتن دست هستن، ولی مسئله عمده ما اونا نیست، مسئله عمده مملکته. اینا یادشون افتاده مملکتی هست. و این وضعیت فعلی که پیش اومده و این رفتاری که غرب داره با ما میکنه به دلیل نمیدونم مسائل هسته‌ای که باید توش انعطافی باشه، نمیشه اینطوری سیاست‌های غلط اینا، اصلا مثل که اون مرده که اون بالا نشسته هیچ کاره بوده، همه رو ریختن گردن این دلغک معرکه احمدی نژاد. این سیاست اون روزخانه است دیگه. یه دفعه دیگه هم یادتونه سر جریانی میکنوس تمام سفرهای کشورهای اروپایی از ایران اومدن بیرون، خیلی از کشورهای دیگه، و اینا خوردن به بن‌بست بعد از آقای رفسنجانی. بعدم اون جنایت که تو میکنوس کرده بودن، دادگاه میکنوس رأی داده بود علنا اعلام کرد آقای رفسنجانی، آقای ولایتی، آقای فلاحیان و آقای در رأسش رئیس روزخانه همه اومدن بیرون. من نمیخوام بگم اون انتخابات قلابی بود، نه، مردم رفتن شرکت کردن، ولی حکومت هم میتونست همون آرا رو همین کاری که این دفعه کرد بکنه. این همش حرف بود که شوکه شد حکومت. نه، اینا هر وقت به بن‌بست میخورن انعطافش به دست میاره، انعطاف نشون میدن. اومدن بعد گفتم کاری نداره آقا، این یارو رو میاریمش به عنوان رئیس جمهور ملخند، لبخند بزن به قول ما ملخند، و وعده بده. هی وعده داد این کارو میکنیم، قانون اساسی رو پیاده میکنیم، نمیذاریم کسی به کسی زور بگه، قانون رو نمیدونم حاکم میکنیم فلان، از این حرفا، حرفای گنده گنده. بعد از 8 سالم گفت آقا بنده پوچی بودم، تدارکاتی بودم، کاری نبودم. 8 سال عمر مردم رو گرفتن. بعد هم اینو گفت دانشگاه ریختن مرد، بچه های ما رو زدن کشتن، نمیدون از اون بالا به خاطر حضرت زهرا و حضرت ابوالفضل اینا پرت کردن تو خیابون. همین آقای مسئول دینمکی که فیلماش اینجا میاد همه تو صفن. بعد آقای رئیس جمهور محترم آقای خاتمی اومد به جایی که اون جانی ها رو محکوم کنه دانشجوها رو محکوم کنه. بعدم گفت آقا نه، شرایط طوری بود که من مجلس هم افتاده بود دستشون، کاری نمیتونستم بکنم. حالا آقای عبدالله نوری، آقای خاتمی گفتن آره مسائل مهمه. این جالبه که آقای محمد رضا خاتمی برادر عقبی همین آقای خاتمی رئیس جمهور سابق، ایشون هم گفته که بله ما در این شرایط باید سعی بکنیم که در یک صف و در یک خط، یک مشکلاتی از تو مملکت باید اینا عدم مدیریت باعث شده، عمر انداخن گردن این مردک دلغک احمدی نژاد. هیچ کس از اون مردک روزخانه بزرگ حرف نمیزنه. حالا باید این کارا رو بکنیم. اینا گفتم همین الان منتظر یه جنگ هست، وگرنه در این شرایط، در این شرایط بسیار مهم و حساس آدم میفرسته بره تو بلغارستان آدم های بیدفاع رو بکشه. من نمیخوام بگم اسرائیل یک کشوریست که الان مثلا آقای نتانیاهو آدم بی تقصیره و نه، خیلی صحبت ها هست، ولی من دارم شرایطی رو میگم که داره تحمیل میشه به ملت ایران. شما
شما ببینید تو این خلیج فارس اینا چه آتشی دارن میسوزونه این جمهوری اسلامی. 20 تا کشور قراره در دسامبر در اونجا به کمک آمریکا مانورن. 20 تا کشور مانورن، همه همسایه ما در جنوب به اضافه کشورهای دیگه. اصلا همچی چیز سابقه داشته در میهن ما؟ این همه دشمن، اونا همسایه هامون. الان سر این مسئله سوریه ببینید چه مسخره بازی این رژیم در آورده. یک دولت جانی، یک دولت حیوان مثل خودشون اونجا رو گره زده به منافع ایران. میگه ما فقط مسئله هسته‌ایمون مربوط به مسائل ایران نمیشه، مسئله جنوب لبنان و مسئله سوریه هم هست. آخه هیچ کشوری این کارو میکنه؟ هیچ کشوری این کارو میکنه؟ امروز که میدونید در سوریه انفجار رخ داده. حالا بعضیا میگن انتحاری، بعضیا میگن نه، این شورای ملی سوریه پذیرفته که این کارو کرده. بسیاری از این فرماندهان رو کشتن. جنگ خیابون به خیابون تو دمشق داره ادامه پیدا میکنه. حیرت آوره. شوهر خواهر نمیدونم آقای بشار اسد، من گفتم همین الان گرم اینو الان گزارش هست که دسته دسته افسران عالی رتبه و سربازا پستاشون رو ترک میکنن میرن اون با. این همیشه اینطوری بوده. وقتی که بوی الرحمانی یه رژیمی بلند میشه، همه اون آدمایی که تا روز قبل چشم میمالیدن زمین، تعظیم میکردن، دست ماچ میکردن، پا ماچ میکردن، همه منافع شخصیشون در میرن چون نمیخوان سهیم باشن. موقعی سهیم بودن که پول بگیرن، زندگی خوب بکنن. وقتی که طرف اصلی به خطر میاد همه فرار میکنن. اینه که این مرده که روزخان نمیفهمه. حتی از این جوکای مردم باید بفهمه که وضعیت چجوریه. رفته اونجا تو اون بیتش خودش، بقول خودش یا قصرش نشسته، یک مش چاپلوس دروغگو دروغ زن دور و برش گرفتن، هی بهش مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری از این حرفا میزنه و اینی هم باورش شده که بهترین حرفا رو میزنه، قشنگترین شعرها رو میخونه، قیافه ملکوتی داره. نمیدونم پوتین اومده گفته خود مسیح رو دیدم، آقای رجب اردوغان گفته که بنده وقتی که در برابر ایشون قرار گرفتم نه به عنوان نخست وزیر بلکه به عنوان یه چاکر. زن و نمیدونم دختر آقای اردوغان گریه کردن، گفتن چه محاسنی داره. از این دروغگویا که در مورد همه این جنایتکاران و مستبدین اینا حرفا هست همه جای دنیا، تابلوهای بزرگ، عکسای عظیم. الان نگاه کنید دلغه که کره شمالی، پسر چلغوز 20 ساله است، 22 ساله شده فیلد مارشال. حالا شما فکر کنید مارشال ژوکوف اون فاتح استالینگراد یا مارشال مونتگومری یا مارشال آیزنهاور، 4 ستاره بود دیگه. اینا رو بذارید پایین چلغوز مثل ایدی امین که خودشو مارشال کرده. وقتی آدم میتونه درجه بده، من دیدم چند روز پیش تو افغانستان مارشال حکیم چیز فهیم معاون آقای کرزار اسم خودش روشه مارشال. خب اینا حالیشون نیست مارشال، مثل هتل مثلا میستن 5 ستاره شما میرید توش میبینی پر شپشه کثیف. اینا آقا چی همطور خودشون گوشتن 5 ستاره، اصلا نمیدونم 5 ستاره 4 ستاره یعنی چی. اینه من یادم در دوچه وله بودی، بعد این ساختمان دوچه توی کل 34 طبقه بود، برای تمیز کردن یه شرکت ترکی، شرکت که مدیرانش ترک بودن، داده بودن به اونجا قیمت ارزون تری داده بودن، دوچه وله داده بود تمیز کردن کل این ساختمان دادن دست اینا. بعد از یه مدتی دوچه وله کرم گذاشته بود. برای اینکه من نمیخوام توهین کنم، برای اینکه اون چیزی که ما میگیم تمیزی با اون چیزی که آلمانی ها میگفتن تمیزی خیلی فرق داشت. اونا تمیزی برنامه دیگه است. اونا که رفتن آلمان میدونن هتلاشون و ماشیناشون و اداراتشون و خونه هاشون و اینا میمدن اینطوری اینطوری میکردن، فوت میکردن و میرفتن. بعد که اینطوری شد اینا رو ریختن بیرون، یه شرکت آلمانی آوردن ولی از کارمندای اینا استفاده کردن. یه مثلا رئیس آلمانی میومد یه جاهایی رو دست میزد خاک پیدا میکرد، من یکی دو دفعه شو حیرت میکردم من که چجوری اینا این کار میکرد. در عرض یه مدت اصلا دوچه وله عوض شد.
هتل 5 ستاره و مارشال یا اینا هم همینطوره. در نظر اینا مثلا مارشال کسیه که کافی مثلا دو سه دفعه خونه‌اش اومده بیرون اصلا رو کشکه 5 6 نفر آدم بیگناه کشته، مثلا این سرداران قلابی سپاه. همین دیدین که این قوچلی خودمون رو سردار فیروزآبادی رئیس ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی، آدم خجالت میکشه مردک را میره. یعنی وقتی فرمانده کل قوا روزخان باشه، خب معلومه رئیس ستاد هم حالا اسمش مارشال نذاشته من تعجب میکنم. اینه دیگه. بعدم اینا باورشون شده 6-7 تا از این حالا 1000 تا از این بوتا موتور بوتا ریختن توی خلیج پارس، یکی یه دونه از این موشکام دادن دستش، چه میدونم اسمش چیه. بعد میگن آقا امروز یکیشون از این سردارا گفته این کشتی‌های آمریکایی آهنپاره است اینجاست. نمیفهمن همینانی گرامی، اینا نمیفهمن جنگ الکترونیک یعنی چی، اینا نمیدونن ناو هواپیما بر با 7 طبقه 8 طبقه نمیدونم با 6000 8000 پرسونل یعنی چی. اینا خیال کردن اونجا مثلا یه کافاست که در حال حرکت رو آبه، اینا هم ما دو تا از این بوتا میفرستیم تق تق میزنیم غرقش میکنیم، اینجوری فکر میکنن. اینا نمیدونن این آتش جهنمی اینا بر سر مردم مظلوم ما میریزه، اینا همش به ضرر مردم و منافع ملی ایرانه، برای اینا مهم نیست. حالا دوباره یه گزارش دیگه از یمن اومده، این شیرین کاری رو امروز در بلغارستان کردن. در یمن رئیس جمهورش گفته که یه چیزی کشف کردیم، یه مرکز جاسوسی که در رأسش یکی از سپاهیان پاسدار ایران بوده، از فرماندهان سپاه پاسدار، با پاسپورت تقلبی اومده اونجا و مشغول توطئه بوده که یمن رو بریزه به هم دیگه و در چند عملیات در صنعا و جای دیگه هم شرکت داشته. خب اگرم دروغ بگن با این شرارتایی که اینا در جای مختلف میکنن، همین پریروز بود اون مردک جانی فلاحیان وزیر اطلاعات در زمان آقای رفسنجانی، همین آزادی خواه فعلی که اومده حالا راجع به عدم مدیریت صحبت میکنه، همین مردک که فرج سرکویی رو زیر شکنجه گرفته بودن، آقای رفسنجانی اومده توی کنفرانس مطبوعاتی میگه بله ایشون نمیدونم یه همچی چیز اسمی شنیدم که رفته در قزقیزستان بعد از آلمان الان در همون حوالی در حال گردش، در حالی که اون تو زندان بود داشت شکنجه میدید. اینا دروغ میگفت، این دروغ زنن همشو. حالا میگه این عدم مدیریت دروغ و فساد آورده. آقا تو از خودت یک دروغگویای درجه یک مملکت بودی. یادتونه گفتن یه هیئت از آمریکا اومده و کیک آوردن و یه اسلحه آوردن و ما اینا رو تو فرودگاه دستگیر کردیم و بردیم توی هتل، همین رفسنجانی میگه با امام صحبت کردن. حالا بعدم من توضیح کامل خواهم داد. بعدم تموم شد، بعدم معلوم شد رفتن اسلحه خریدن و نمیدونم چند تا از اسرای آمریکایی رو که تو لبنان بودن آزاد کردن. اینا این دروغگو حالا میگه این دولت در اثر بی‌لیاقتی و دروغگوییش نمیدونم اینطوری کرده اینطوری کرده، کسی که خودش یک از دروغزنای درجه یک بوده. همین آقای فلاحیان گفته ما باید عربستان رو ادب کنیم، همین پریروز گفته ما باید عربستان رو ادب کنیم. تو رو خدا ببین چه خبر اون آمریکا. امام جمعه دلغوزآباد میشینه پاشو میذاره رو پاش راجع به سیاست خارجی اظهار نظر میکنه، بعد میگه میزنیم اسرائیل رو نابود میکنیم، اونجا رو اینطوری میکنیم. حالا امروز معلوم، همین دیروز معلوم شده که آقای رامین معاون وزارت ارشاد، کسی که مسئله هولوکاست رو کرده، گفته بعد ما این کارو بکنیم. کسی که اگه یادتون باشه من تو برنامه پخش کردم به خبرنگار صدا و سیما، میگه این فضولیا به تو نمیده، تو کی هستی که فضول از من اینجوری سوال میکنی؟ حالا ایشون به جرم جاسوسی دستگیر کرد، برای کجا نمیدونم. میدونید که اینو از آلمان بیرونش کردن برای اینکه بعد با دسته‌های نئونازی و فاشیست آلمانی تماس داشت، همین آقای رامی. اینا سرنوشت مملکت ما رو گرفتن، همین الان گرفتن. سنگ رو سنگ بند نیست تو مملکت، هر کی اظهار نظر میکنه. آقای رادان دوست داره امشب میخوابه، از یه نفر دلخوره، حالا نمیدونم که فردا میاد میگه هر کس تو شلوارش رو کنه تو چکمه میگیرمش، میگیرم. کراوات نباید بزنیم، میگیرم. هر کس کراوات فروشی باز کنه میگیرم.
میریم تو پارک ها میرن. یکی دیگه میاد میگه نه آقا مسئله کراوات مسئله ما نیست. ببینید چه خبره. اون روزخانه‌مون نشسته اون بالا دلش خوش کرده و اینا بقیه میرن مجیز اونو میگن نوکریشو میکنن کاسلیسی میکنن ملتو میزنن. هر کدوم اینام خودشون یه رهبر معظمه. ببینید معاون احمدی نژاد چی گفته؟ کتاب نمیدونم مقدس یهودیان اینطوریه. خود احمدی نژاد گفته ما 10% منابع نفتیمون اقتصادمون از نفت تامین میشه. اون یکی گفته که ما تو دهن نمیدونم آمریکا میزنیم اینا آهن پاراست رو دریا. اون یکی گفته لگن اینا. تنها چیزی که اینا فکر نمیکنن اینه که این حرفا در سطح جهانی مسئولیت برای ملت ما به وجود میاره. آخه همینطوری که نمیشه این حرفا رو زد. اینا شعور ندن. خیام کن تو مسجد یه موقع حرف میزدن هیچ کس نمیفهمید. حالا هم همینطوره. بله. ولی این مسئله سوریه رو من خواهش میکنم از وارتان این جریان سوء قصدی که انجام شده فیلمش رو براتون پخش کنه از مربوط به بی بی سیه. فیلم خیلی جالبیه. خواهش میکنم این فیلم رو ببینید بعد من به بقیه مطالب بپردازم. ارتش توأم با موسیقی حماسی قبل از اعلام خبر کشته شدن سپهبد داوود مثل این که اشکالی پیش اومد اجازه بدید من یه خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم و بعد این اشکال رد بشه دوباره ما بتونیم نشون. بعدم گفتم عمیانانی گرامی در یک حکومت چپاولگر که در سطح بالا همه با هم تفاهم کردن که هر کس یه گوشه از اون مملکت رو بگیره و بچاپه هیچ کس حرفی نزد تا به حال. حدود 33 سال میشه که این چپاولگران که تصورشون این که مملکت ما رو اشغال کردن در حال دزدی هم و جیکشون در نیامده. زمانی جیک اینا در میاد زمانی پت پوتی همدیگر میریزن رو آب که اختلاف منافع پیدا میکنن با هم. آقای توکلی و آقای علی مطهری اینا اختلاف پیدا میکنن با برادران لاریجانی با وجود که قوم خویشن با هم دیگه. اون یکی پسر خاله است آقای توکلی پسر خاله لاریجانی است. آقای مطهری هم خواهرش زن آقای علی لاریجانیه رئیس طبیله مجلس. بعد یهو میاد میگه آقا این جواد لاریجانی 329 هکتار زمینای ورامین که بسیار آباده کشیده بالا چرا یقه اون نمیگیرین؟ بعد ایشون میگه آقا من سنتی خانواده ما کشاورز من افتخار میکنم که یه گوشه ای رو آباد کردم. مردک برو تو کبیر رو آباد کن. گفتم که اومدی رفتی یه جای آباد میگه آباد کنم. بعدم میدونید که در گذشته این رسم بود. من خیلی از دوستان رو دیده بودم در شمال ایران جنگلای مخروبه بود. جنگلای که در اثر گذشت زمان درخت ها پوک شده بود. بعد بعضی جاها در اثر سیل نمیدونم در اثر وقایع آتش گرفته بود. این درختای سوخته درختای نمیدونم از بین رفته پوک این مناطق رو وزارت کشاورزی برمی داشت جدا میکرد و بعد اعلام میکرد که هر کس پیشنهادات ما رو قبول بکنه از این زمین ها بهشون هکتاری میدیم. من چند تا دوستای خودم دیده بودم این کارو میکرد. میرفتن 10 هکتار 5 هکتار نمیدونم فلان اینا بهشون میداد دولت از این زمین ها در سراسر ایران نه فقط در شما و به اینا شرط میذاشتن که شما باید در این مناطق درختکاری بکنید و کنترل میکردن اینا و هر چند وقت دفعه اینا خیلی جاهای جالب. حتی من یادمه که بسیاری از این کسانی که این به اصطلاح جنگلای مخروبه رو گرفتن بعدن اولین بار کیوی رو اینا کاشتن و میدونید بعدن کیوی به دلیل اینکه چیز درخت بیاریه گرفت خیلی خیلی گرفت و بعدن بقیه هم شروع کردن کاشتن این چیزا. حالا من نمیدونم بوت هست یا درخت فکر میکنم درخت و درخت های مرکبات لیمو و نمیدونم پرتقال اینا. حالا اینا این مرده که جواد لاریجانی گفته بله این بعضی از اینا مخروبه بوده جنگل های مخروبه بود من گرفت. بعدن خودشون لو دادن که دروغ میشه دروغ. یکی دیگه نوشته آقا 140 هکتار رو
اینا حقوق بازی کردن، کردن 1400 هکتار. ببینی چه خبره، با رشوه دادن و کارهایی که تو محضرها میکنن. یکی از دیگه از دوستای من به من گفت آقا شما اکثر این محضرهای ایران میری زمین یه نفر، خونه یه نفر رو میتونی با حق حساب دادن به اسم خودتون بکنی، یا اگه به اسم خودتون نکنی بریم روش دست بذاریم بگیم این سابق مال من بوده. طرف باید 3-4 سال بوده، چندی میلیون خرج کنه، میاد به شما میگه من چقدر به شما بدم، دست از سر ما برده. این شده یک کاسبی تو مملکت ما. همین الان گرم اینه، این انقلاب شکوهمند اسلامی که قرار بود تبدیل بشه به بهار آزادی و این ملاها اومدن اون عباهای سیاهشون رو انداختن روی اون بهار، اونو تبدیل کردن به شب کور، شب کورا، شب سیاه، این نتیجهش داره به بار میشینه. همه چی ریخته به هم دیگه، هیچ چی سر جاش نیست، هیچ چی سر جاش نیست. همینان گرام، اینجاست که من میگم، اینجاست که من میگم همینان گرامی، فقط و فقط در برابر این شبکورها، این جانیا، این چپاولگرا، فقط و فقط باید اون کسانی که اعتقاد دارن، نه هر کس، اعتقاد به مردم سالاری داره، نه چماغیاب از هر گروه، اون چماغیا نه که میگن همه خفشن ما حرف بزنیم، نه، کسانی که به آزادی اعتقاد دارن، کسانی که به مردم سالاری اعتقاد دارن، اینا باید یه اتحاد نیرو تشکیل بدن، برنامه هاشون هم عرضه کنن در برابر این جانیان بیستن. همین الان هیچ چاره ای غیر از این نداره. خمینی فقط یه حرف راست زد، گفت یه نخو میشه پاره کرد، اما این نخها رو اگه بپیچید به هم دیگه بشه تناب، نمیشه پارش. دیدید دانشجوها رو زدن بقیه ساکت بود، معلمین رو زدن ساکت بود، از همه بیشتر زنان میهن ما رو زدن همه ساکت بود. 22 خرداد 3 سال پیش همه یه نیروها آمدن تو خیابون، این رژیم پوسیده رو چنون ترسوندن که دست به شدیدترین جنایت ها زد. و من اینو به شما قول میدم میهنان گرام، اینا خوشخیالن، اینا خیال کردن مردم خفه کردن، اینا خیال کردن با این تلویزیون های قلابی که درست کردن که فیلم پخش میکنه و نمیدونم شو پخش میکنه و اینا، مردم میشنن تو خونه، مردم هم میشنن میگن آقا ما که وضعمون خرابه، یه دلخوشی هم داریم، چهار تا فیلم نمیدونم سریال ببینیم و فلان، چی به ما چه، خودمون بنزیم تو دردسر. اینا اشتباه میکنن، اینا اشتباه. اگر اینطوری بود آقای حسنی مبارک و بن علی و نمیدونم بن صالح و نمیدونم تمام اینا، همین بشار اسد، اینا همه کسانی بودن که سکولار بودن، اصلا مذهبی نبودن. شما وقتی میرفتید قاهره بهترین کاباره ها رو میدیدید، ولی با وجود این چون استبداد بود این مذهبی آمدن سوار مردم شد. حالا اینا خیال کردن که با این کارا مردم میشنن تو خونه، مردم هم میگن آقا به ما چه. اینا نمیدونن که این دوره ها رو مردم ما دیده بودن، از نظر کابارینا ما در منطقه بی نظیر بودیم، برنامه های تلویزیونی بی نظیر بودیم، و همین مردم با همین خانه نشینی، با همین جوک ها، یه روزی مثل صاعقه به مغز اینا میزنن، اینا رو یادشون رفته. وقتی که 10 میلیون تو تهران ریختن تو خیابان، یا در اصفهان و تبریز، در همه ایران، اینا نمیتونن هر کاری بکنن شکست بکنن. سوریه رو ببینید، 16,000 آدم کشته، تا به حال نتونست ساکت کنه مردم، و داره میره، بوی الرحمانش بلند شده، همه دارن در میرن. سپاسگزارم همیهنان گرامی که برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده که فرداست، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.